سلام، خوش اومدیم به کانال یوتیوب کریپتو فارسی. من علیرضا و امروز قراره در مورد شایعه فریز شدن دارایی‌های کاربرا تو صرافی نوبیتکس بیشتر صحبت بکنیم و بهتون بگم که اصلا این داستان از کجا شروع شد، چه مواردی رو شامل میشه و یه سری راهکارا میگم که ریسک هامون رو برای فریز شدن حساب کمتر بکنه. پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب با ادامه ویدیو با من همراه باشین. برای اینکه بتونیم درک کنیم که اصلا این داستان از کجا شروع شد، اینو باید بهتون بگم که خیلی طبیعیه که تو کل دنیا یه سری قوانین مربوط با مبارزه با پولشویی توی حالا ارزهای فیات مثل اسکناس و سیستم بانکداری و ارزهای دیجیتال وضع شده. این قوانین خیلی زیاده، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم، یاداست قانون‌های تراول رول، خیلی قوانین مختلفی وجود داره که بتونن حالا این جریان پول رو کنترل بکنن، که هر کدومش هم به هر حال یه تبصره‌هایی داره، یه شرایطی داره که در واقع اون دارایی رو برچسبدار یا لیبل دار بکنن. تعریف پولشویی توی ایران و خارج از ایران متفاوته. تو ایران سپاه اعتقاد داره که کاری که انجام میده کار کاملا قانونی و داره بر علیه حق و بر علیه باطله، ولی در خارج از ایران عملیات و رفتاری که سپاه ایران انجام میده اگر مرتبط با پول یا ارزهای دیجیتال یا موضوعات دیگه باشه، مخصوصا اگر بره سمت حزب الله و اینجور داستانا، یه جوری استی به حساب میاد. و از اونجایی که کلن کشور ایران تحریمه و اجازه استفاده از خدمات مالی دنیا رو نداره، این موضوع یه مقدار حادتر هم میشه. مثلا تو اینجا میبینیم که یه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، این داستان مال چند سال پیش آدن، تقریبا مال سال 1398، گفته که ما آقا میخواییم از ارزهای دیجیتال استفاده بکنیم، حالا برای موضوعات مختلف. حالا دنیا چند تا ترس داره در مورد ایران. یکی ساخت و پیشرفت توی سلاح‌های هسته‌ایه، توی ساخت و پیشرفت توی سلاح‌های موشکیه، و موضوع آخر هم اینه که عدم تصویب FATF هم قوز بالا قوزی شده برای اینکه کشورها انگ پولشویی و انگ مبارزه با تروریسم رو به دارای ایران بزنه، بتونه ایران رو راحت‌تر تحریم بکنه. پس اینجا سپاه خودش رسما اعلام کرده که میخواد از ارزهای دیجیتال استفاده کنه. بجز اون، اسرائیل هم تقریبا جست گریخته پیامایی داده بود که تونسته بوده که 1.7 میلیون دلار رو توسط شرکت چین آنالیسیز از دارایی های نیروی قدس و سپاه حزب الله رو مصادره بکنه. این داستان مال گذشته بازار ارزهای دیجیتال و کشور ایرانه. پس یه همچین سابقه هایی وجود داشت. اما چی شد که تازگی، یعنی تو این چند روز گذشته، یهو خیلی ماجرا بولد شد و ایرانی ها خیلی بیشتر ترسیدن؟ قبل از اینکه بگم ماجرا چطور شروع شد، بذاری بهتون بگم چطور میشه در واقع یک عملیات پولشویی توی ارزهای دیجیتال چطور انجام میشه. یه دزدی برای اینکه شناسایی نشه میاد خودش رو توی جمعیت گم میکنه، یه جوری خودش رو همرنگ جماعت میکنه که نتونن تو جمعیت پیداش بکنن. توی ارزهای دیجیتال هم همین جوریه. یعنی اگر یه پولی از یه مقصد حالا خلافی به دست اومده باشه، مثلا اگر هک شده باشه یا اگر توی مصارف خلاف استفاده شده باشه، اگر دست گروهای حالا اصطلاحاً تروریستی باشه یا منشأش آلوده باشه یا هر اتفاق دیگه‌ای، برای که بتونن این پول رو در واقع ردش رو گم کنن، معمولا یا میبرنش داخل یک صرافی که کلی پول دیگه بهش واریز شده، تو اون پولای تمیز این پول قاطی پاتی میشه و بعد اینا میان پولای خودشون حالا خورد خورد برمیدارن. و از اونجایی که مثلا یهو 100 نفر اومدن به یه آدرسی که به پول پولاشون رو واریز کردن و از اون طرف حالا مثلا 40 نفر اومدن برداشت کردن و تو دفعات مختلف برداشت کردن، این پیگیری این تراکنش ها اینقدر سخت میشه که دیگه معلوم نمیشه اصلا چی به چی میشه. اینجا هم یه نمونه زده، مثلا فرض بکنید که آلیس تراکنش هاش پاکه ولی باب تراکنش هاش آلوده است. آلیس مثلا 1.2 بیتکوین وارد یه صرافی میکنه، باب هم 1.5 بیتکوین وارد صرافی میکنه. اینجا باب میتونه بیاد خورد خورد بیتکویناشو ورداره و یه جورایی با پول آلیس قرقاتی بشه. البته این وقتی تو مقیاس خیلی بزرگتر انجام بشه خیلی پیچیده میشه رهگیری کردنش. اما ماجرا از کجا خیلی داغ شد و از کجا خیلی ایرانی ها نگران شدن؟ از اونجایی که یک پلتفرم تحلیلی به اسم آرخام اومده بود کل دارایی های کیف پول صرافی نوبیتکس رو شناسایی کرده بود، یعنی آدرس های کیف پولش رو همش رو آورده بود لیست کرده بود و اینکه چه مقدار دارایی توی این آدرس ها وجود داره.
یه حساسیتی روی کیف پولهای صرافی‌های ایرانی وجود داره، مخصوصا اگر صرافی بزرگی مثل نوبیتکس باشی که خیلی حساسیت بیشتر هم میشه. کاربرا و حتی خود صرافی که حتی تو اون زمان فکر میکردن که حالا به خاطر اقدامات امنیتی که مثلا عوض کردن آدرس کیف پولها بوده یا مثلا نگهداری صرافی تو کیف پولهای مختلف بوده، اطلاعات دارایی‌هاشون مصونه، آرخام اومد نشون داد که نه آقا، شما اگر 1000 تا تراکنشم انجام بدی، خیلی هم این کیف پولها رو جابجا کنی، بپیچونی، بچرخونی، بازم من پیدا میکنم که تو چقدر کجا داری و اطلاعاتش رو میتونم منتشر بکنم. این لو رفتن اطلاعات یا حالا پابلیک شدن اطلاعات برای خیلی از صرافی عمومیه، هرچند که یه سری مشکلات امنیتی میتونه داشته باشه، ولی این که آدرس کیف پول صرافی ایرانی که چند صد هزار کاربر داره لوبره، اینه که یه مقدار خطرناک. حالا کجاش خطرناک میشه؟ اونجایی خطرناک میشه که گمانه‌زنی میره که حالا ممکنه چه سپاه چه افرادی که پولشویی کردن، به هر حال کاربرای زیادی توی این صرافی مشغوله خرید و فروش هستن دیگه، و بخشش طبیعیه که از طریق نامشروع به دست اومده باشه، چه از طریق هک به دست اومده باشه یا موضوعات دیگه. اگر این کاربرا اون حجم داراییشون رو بیان قاطی پولهای آدمای عادی بکنن، خب شاید تا چند سال پیش خیلی مشخص نمیشد که قضیه از چه قراره و گم و گور میشد و بالاخره تمام میشد میرفت، ولی الان با توجه به یه همچین پلتفرم تحلیلی آرخام، این آدرس ها کاملا مشخص میشه و امکان فریز کردن بعضی از این دارایی ارزهای دیجیتال وجود داره که اگر مثلا یه کیف پولی مشخص بشه که آلوده است، این امکان برای شرکت سازنده حالا مخصوصا تتر وجود داره که دارایی کاربرها رو فریز بکنه، اون دارایی رو تو خود کیف پول فریز بکنه، و اینی که یه مقدار باعث ترس و وحشت میشه. حالا مدیر عامل صرافی نوبیتکس آقای راد اومده گفته که آقا الان مشخص شده که کشور این پلتفرما سرمایه گذاری میکنن، هزینه میکنن که آمار کیف پولهای نه تنها ایرانی ها، فکر نکنید فقط اومده راجع به مثلا نوبیتکس خیلی پخ خاصی بوده اومده راجع به نوبیتکس در برده، نه، اینا آمار تمام کیف پولها رو حالا با استفاده از تکنولوژی که به دست آوردن میتونن تا حد خیلی زیادی در بیارن، و نوبیتکس هم به عنوان یکی از بزرگترین حالا کیف پول‌ها یا حتی نهنگای ارزهای دیجیتال برای این پلتفرم قابل شناسایی بود. و میگه که یه حرف دیگه هم زده، میگه آقا به صرف این که ما توی کشوری زندگی می‌کنیم که تحریمه، قوانین بین‌الملل این اجازه رو ندارن که بیان دارایی کاربرا توی کیف پولشون فریز بکنن. یعنی این امکان براشون وجود داره، بله، و حالا شناسایی شده به لطف تکنولوژی آرخام، اما آیا این واقعا برای از لحاظ قانونی یا از لحاظ عملی اصلا منطقیه و قانونیه و اصلا شدنیه که بیان این کار رو انجام بدن و کیف دارایی کاربرا تو کیف پولشون فریز بکنن؟ این دیگه ببین، این موضوع چیزی نیست که من و شما بتونیم در موردش تصمیم بگیریم، این موضوع موضوعی که حالا چه میدونم باید دادگاه عالی آمریکا تصمیم بگیره یا فدرال رزرو یا سازمان خزانه داری آمریکا، اینا بر اساس اون چیزی که تشخیص میدن یا بر اساس آلودگی که ممکنه توی این کیف پولا وجود داشته باشه یا بر اساس حتی سیاست‌های کلان کشورشون میتونن تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن، قانونی اصلا زور بگن انجام بدن یا ندن. پس این توانایی رو دارن، این علم هم دارن که اگر بخوان این کار رو انجام بدن، دستور قضایی بیاد برای تتر یا یه فشاری بالا سرش باشه، شرکت تتر و استیبل کوین تتر، سازنده استیبل کوین تتر، که آقا این دارایی‌ها رو بلاک کن، شرکت تتر با فشار یک دکمه درجا هر کیف پولی رو که بخواد آدرسش رو فریز میکنه و داراییتون به مشکل میخوره. و یه تفاوت عمده‌ای که بین حالا مثلا تتر و بیت کوین و حالا بعضی از ارزهای دیجیتال وجود داره اینه که تتر کاملاً توسط یک سازمان ساخته شده، استیبل کوین تتر، و خیلی هم پرکاربرده و به محض اینکه بخواد میتونه کدش همونجوری که گفتم فریز بکنه. اما بیت کوین اینجوری نیست، بیت کوین رو به هیچ وجه نمیتونن از خود کیف پولتون فریزش بکنن یا تو هیچ کیف پولی نمیتونن فریزش بکنن، ولی بیت کوین رو میتونن یه کار دیگه بکنن، اینکه بیان رصد بکنن که اگر شما یه روزی به یک صرافی رفتی که اون صرافی تشخیص داد که این بیت کوینت منشأ آلوده‌ای داره، اونجا بیت کوینت رو مصادره بکنن، که این خیلی فرق میکنه با تتر که میتونه درجا داری رو فریز بکنه. پس آیا باید نگران باشیم از اینکه این اطلاعات رو رفته و امکان داره که داره یا فریز بشه؟ به نظر من امکانش با اینکه احتمال کمی هست، ولی بله وجود داره این احتمال
که ممکنه یه روزی دارایی کاربرا مخصوصا تترشون توی صرافی ها بلوکه بشه. چاره اینه که از صرافی های استفاده بکنید، اولا که حساسیت کمتری روشونه، روی صرافی نوبیتکس و کیف پولاش حساسیت بیشتری وجود از حالا یه سری راهکارهای احتمالی داریم برای جلوگیری از فریز شدن حسابمون، حالا چه توسط تتر چه توسط صرافی های دیگه. یکی از راهکارها اینه که آقا به جای اینکه از تتر استفاده بکنید که توسط یه شرکت میتونه راحت فریز بشه، از دای استفاده بکنید. دای یه استیبل کوین در واقع توسط قرارداد هوشمند ساخته میشه که هر چند تفاوت‌هایی با دای داره، مثلا توی خرید و فروش‌ها خب تتر قابلیت خرید خیلی بالاتری داره تا دای، اما دای هم اگر به عنوان یه حالا ذخیره ارزش به دلارتون بخواید نگاه کنید، مثلا بگین آقا من می‌خوام دلار بخرم نگه دارم برای طولانی مدت، یا دلار بخرم نگه دارم وقتی اوضاع خوب شد بیام این دلارم رو تبدیل کنم به تتر و بعد خریدم انجام بدم، یه سری هزینه اضافه داره ها، ولی به هر حال حداقل خیالتون راحته که اگر تمام دارایی های تتر هم توی صرافی نوبیتکس مسدود بشه، این دای شما قابلیت مسدود شدن نداره. روش بعدی که خیلی مهمه اینه که اولا که حتما از کیف پول خودتون استفاده کنید. خب چرا داراییتون رو تو صرافی نگه دارید؟ اولا اصلا نگه داشتن دارایی تو صرافی کار درستی نیست. دوما چرا تو صرافی نوبیتکس نگه دارید که حالا اینقدرم گاو پیشونی سفیده؟ پس حتما داراییتون رو تو کیف پول ارز دیجیتال خودتون نگه دارید. هرچند که اگر خیلی حساس بشن و منشأ از صرافیتون نوبیتکس باشه، میتونن تشخیص بدن که از نوبیتکس یه مقدار دارایی به کیف پولتون رفته. پس بهتره که از همون صرافی مثلا کمتر شناخته شده مثل تترلندم اگر میخواید استفاده کنید. و همینطور موقع انتقال پول از صرافی ایرانی، مثلا شما یه پولی دارید میخواید تتر بخرید، ارز دیجیتال بخرید، نمیدونم دارایی مختلف ترید بکنید، بهتره که اگر میخواید به صرافی خارجی پول بفرستید حتما یه واسط داشته باشید. حالا این صرافی هایی که من گفتم مثل کوینیکس، xt.com و توبیت، اینا صرافی هایی که با ایرانی ها یه مقدار سازگاری دارن. حتما حواستون باشه اگر بخواید مثلا توی کانادا زندگی میکنید میخواید به یه صرافی کانادایی که تو کانادا هست پول بفرستید، اگر تو آمریکا زندگی میکنید که دیگه واویلا میخواید به یه صرافی آمریکایی پول بفرستید بعد از اونجا برداشت کنید، به هیچ وجه مستقیم از صرافی ایرانی نفرستید، مثلا بفرستید به کیف پولتون بعد میتونید از اونجا بفرستید به صرافی هایی که گفتم با ایرانی ها روابط بهینه ای دارن و بعد از اونجا بفرستید به صرافی حالا خارجیتون، چون صرافی های خارجی هم اگر خیلی سختگیر باشن و ببینن که منشأ پولتون منشأ پول درستی نیست، این حق رو برای خودشون قائل شدن که دارای شما رو فریز بکنن. روش دیگه این که از ارزهای دیجیتال دیگه استفاده کنید، مثلا ارز دیجیتال اتریوم یا بیت کوین یا حالا ارزهای دیجیتال دیگر رو کسی نمیتونه تو خود صرافی فریز بکنه، ولی خب اگر بخواید انتقال بدید به اون صرافی های سختگیر، این امکان رو دارن که فریز بکنن. استفاده از صرافی خارجی همراه با ایرانیان رو که گفتم، استفاده از صرافی کمتر شناخته شده رو هم که گفتم، انتقال دارایی بزرگ به مقدار کم و دفعات بیشتر، اگر میخواید یه پول گنده ای انتقال بدید حتما سعی کنید که این پول رو تو دفعات بالا و به مقدار کمتر انتقال بدید. مثلا قوانین تراول رول تا 3000 دلار حساسن، حالا ممکنه آنتی مانی لاندرینگ یه مقدار باشه، به نظر من اگر میخواید خیالتون راحت تر باشه بهتره که زیر 3000 دلار منتقل کنید، ولی خب طبیعیه که گاهی نمیشه دیگه، آدم میخواد مبلغ بیشتری جابجا بکنه، ولی دیگه سعی کنید که هرچی کوچیک‌تر بتونید این انتقال راه رو انجام بدید حساسیت روتون کمتره. دقیقا مثل اینه که یه معلم وقتی میره سر کلاس اول به اون بچه گنده که شاخه یه ذره مثلا بی‌تربیت اول به اون گیر میده، دقیقا همین اتفاقه. حساسیت اینها هم روی دارایی‌های بزرگه. و راهکار آخرم به نگهداری دارایی‌تون توی کیف پوله و بهتره که آدرس کیف پولتون هر چند وقت یه بار تغییر کنه و به یه آدرس کیف پول ثابت همیشه دارایی‌تون رو نفرستید. این هم باعث امنیت بیشترتون میشه، هم باعث میشه که پلتفرم‌های حالا تراکنشی سخت‌تر بتونن شما رو پیدا کنن. از من بپرسید، من خودم ترجیح میدم که توی صرافی نوبیتکس دارایی نداشته باشم، هرچند که احتمال این موضوع کمه، ولی به هر حال نمیشه هم گفت که هیچ خطری وجود نداره. به نظر من از صرافی های معتبری که کمتر شناخته شدن کمتر توی تیر رسن استفاده بکنید، حداقل خیالتون راحت تره، و اینکه دارایتون رو تو کیف پولتون نگهداری بکنید. خب اگه این ویدیو براتون جالب بود ممنون میشم که با لایک کردن شیر کردنش به من برای ساخت ویدیو بهتر کمک کنید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.